يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و امیدوارم که لحظه هاتون پر از خیر و برکت و خوشی و شادی و سلامتی باشد و اما میرم سراغ سوالهای شما عزیزان که از طریق واتساپ اومده. امروز ارتباط شما با بنده از طریق واتساپ خواهد بود و پیامهای نوشتاری و صوتیتون رو از طریق واتساپ ارسال کنید. منم به توان و به نوبت همه سوالهای شما رو جواب خواهم داد به اذن الهی. سوال های زیادی اومده و من از تعدادی از سوال ها که شاید قبل از چند دقیقه پیش شروع شده سوال ها رسیده جواب میدم. سوال اولی که اومده این هست که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ببخشید استاد سوال دارم، آیا اسم مقدس نادرست است؟ دخترم مقدس مقدس نام دارد و او الحمدلله 17 سال شده، پس اسمش را عوض نمایم یا خیر؟ ببینید معنی خوبی نسبت به انسان، بعضی از اسمها رو که رسول الله علیه السلام عوض کرده که درش خود ستایی زیاد هست، کسی اسمش بر بوده یا بره بوده یعنی بسیار بسیار نیکوکار، این رو عوض کرده و اسمهایی هم که درش عبادت برای غیر خدا بوده عوض کرده. اما اسمی که شما گذاشتید، این که مقدس در این دنیا مگر پیامبر خدا و قرآن کریم و اسماء الله، اینا مقدس هستند و اما انسانها هر چی باشند و در هر منزلتی باشند جایز الخطا هستند، جایز اشتباه هستند، انسان هستن، قابل نقد هست، قابل خطا هست، قابل این هست که راه بد بره یا راه خوب بره. ولی این اسم بگید که نهی اومده این که باید عوض کنی، نه نهی وارد نشده، فقط در عموم این عوض کردن بهتر از این هست که این اسم رو بذارید، بهتره که اسم عادی معمولی با معنای خوب رو براشون انتخاب کنید تا اینکه اسمی که درش تقدس و نوعی قداست برای اون قائل بشید. ولی اگر هم عوض نکنید گناهی نکردید. ولی عوض کردن این نام به یک نام دیگری که داره معنی زیبا، لفظ زیبایی باشه بهتره. اما سوال بیننده عزیز دیگری که سوالشون این هست، میگن که سلام استاد گرامی، بنده زنی هستم که خلع کردم، از همسرم جدا شدم، خلع کردم و الان بسیار پشیمانم، اما خانواده هم اجازه نمیدهند، مادر، پدر، برادرهام اجازه نمیدهند برگردم به شوهرم، شوهرم میخواد که من برگردم اما ایشون اجازه نمیدهند و همچنین میگه که فرزندم دارم، فرزند خرد دارم، برای راهنمایی کنید. اولا
سوال حرف اولی که وجود داره این هست که ممانعت کردن از این که زن و شوهر به هم دیگه برگردن اگر هیچ دلیل قانع کننده ای نداشته باشه شرعا حرامه. و بعولتهن حق بردهن فی ذلک، خدا میفرماید که شوهرانشون اولاترند به اینکه اونا رو برگردونن به خودشون، مخصوصا در خلع. در خلع اگر زن راضی باشه مرد و زن میتونن به هم دیگه برگردن و زندگیشون رو ادامه بدن و هیچ اشکالی نداره، چون خلع طلاق نیست. خلع یعنی اینکه زن خواسته جدا بشه از مرد و درخواست خلع کرده، لذا خلع طلاق نیست که نتونه به شوهرش برگرده. شرعا میتونن به هم دیگه برگردن و دوباره عقد میکنن و ازدواج میکنن، به هم دیگه برمیگردن مادامی که هر دو راضی هستند به اینکه برگردن. و گناه بزرگی است که کسی بخواد که زنی میخواد به شوهرش برگرده و اون وقت پدر یا برادر یا مادر یا اطرافیان دیگه مانعش بشن، مانعش بشن بدون هیچ وجه شرعی، این خودش یک گناهه و روز قیامت باید جواب پس بدید. این زن و مرد میتونن شرعا به هم دیگه برگردن. خداوند فرموده که مرد زنان رو منع نکنید به اینکه به شوهرانشون برگردن، مانعشون نشید به خاطر پول دنیا، به خاطر مال دنیا، به خاطر ثروت دنیا. کسی که داره پدری یا برادری یا مادری یا هر کسی از اعضای خانواده بخواد زنی رو که میتونه شرع اجازه بهش داده که به شوهرش برگرده و در بین این زن و شوهرم فرزندانی وجود دارن و لذا مانع شدنشون به خاطر هیچ وجه شرعی، اگه اونها رو مانع بشید روز قیامت باید جواب پس بدید. شما به اون بچه ها ظلم میکنید که اگر نذارید این مادر پیش بچه هاش باشه، مادامی که خودش راضیه به اون زندگی و شوهرش هم عیب و ایراد بزرگی که عیب و ایراد حساب بشه وجود نداره، اجازه بدید. وگرنه همه ی زن و شوهر ها امکان داره که دعوایی بینشون پیش بیاد، اختلاف بینشون پیش بیاد، ناراحتی بینشون پیش بیاد. نمیشه به خاطر ناراحتی هایی که بین زن و شوهر ها پیش اومده فوراً دست به طلاق ببرید و یا خلع و یا اونها رو از هم دیگه جدا کنید. مادامی که خودش راضی هست به این مرد و فرزندم دارن، حالا ایشون نگفتن دو تا یا سه تا فرزند دارن که اینها نیاز به مادر دارن، مخصوصا اگه دختر باشن نیاز به مادر دارن، نیاز به سرپرست دارن. اگه این مادر کنار اون دخترها نباشه چه بسا این دخترها مورد طمع دیگران قرار میگیرند و کسی نیز از اونها مواظبت کنه، کسی نیز بهشون یاد بده چگونه همسر باشن، چگونه مادر باشن، چگونه خانه‌داری کنن، چگونه یاد بگیرن زندگی کنن و خیلی مسائل دیگری که در جامعه مثل جامعه ایران یا جامعه افغانستان و تاجیکستان وجود داره که عمدتا فارسی زبانهای ما از این کشورها هستند. لذا توصیه بنده به اون پدر، به اون برادر و مادر و خواهری که مانع از این میشند که این خانم به همسرش برگرده، بدونن کار به گناه بزرگی میکنند و در روز قیامت باید جوابگو باشن، زیرا خداوند فرموده است که منعشون نکنید که به این که به شوهرانشون برگردن و شوهرانشون حق دارن اونا رو برگردونن اگر اینا رو خودش راضی باشه، در نتیجه اولاتر و شوهر اولاتر از هر کسی دیگریه به این که بخواد ازدواج دیگری بکنه. این خانم اگر بخواد ازدواج بکنه و در بین کسانی که خواستگارش هستن شوهر قبلی خودش رو انتخاب بکنه که با خلع از اون جدا شده، در نتیجه شرعا هیچ کسی نباید مانع ایشون بشه. منع کردن ایشون یعنی بار گناه اون فرزندان و اون خانم و اون زندگی رو باید حتما به دوش بکشن، روز قیامت هم باید جواب پس بدن. لذا امیدوارم که صدای من به این برادر، به این پدر، به این خانواده ای که مانع از برگشتن دخترشون به همسرش هست رو بشنوند و مانع نشند و این زندگی بار دیگه التیام پیدا بکنند این خانواده در مشکلی که براشون پیش اومده. و امیدوارم شوهرشون هم ایراد و عیب هایی که از قبل داشته رو رفع کنه که زندگی بهتری رو فراهم کنه برای خانوادش. میرم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. چرا در قرآن بردهداری و کنیزداری مجاز بوده و اینکه
اسلام و قرآن صحبتی در این باره نکردند، یعنی ممنوع و حرام نکردند بردهداری رو از همون اول، و گذاشتند که به تدریج این بردهداری و کنیزداری از بین بره. و چرا از همون اول در قرآن که کلام خداست بردهداری و کنیزداری ممنوع نشد، مثل حرمت شراب، حرمت زنا و بقیه چیزها؟ ممنون میشم جواب منو بدید. سوال بسیار وجیهی هست، و اما میگه چرا قرآن بردهداری رو مجاز کرده؟ در هیچ آیه از قرآن کریم نفرموده که این مردم بردهداری کنید، بردهداری مجاز هست، بردهداری خوب هست، بردهداری الله هست، بله. هیچ کدوم از اینها. آیات قرآن کریم از اول تا آخرش به این هست که انسانها همشون در برابر شرع خدا در دنیا در آخرت مساوی هستند. هیچ کسی بر دیگری فضل نداره. فضل فقط به تقوا هست، اونم در روز قیامت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گفت که مکرمترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. تقوا چیزی نیست جز این که انسان کار نیک انجام بده و از کار بد دوری کنه. خب انسان هایی که مفیدن برای جامعه شون، انسان هایی که خوبن برای جامعه شون، انسان هایی با تقوایی هستند و هم از طرف عباداتشون انجام میدن، هم از بدی ها دوری میکنن، هم از خوبی ها رو انجام میدن. این ملاک فضیلت در اسلام این هست. و اما در کل قرآن کریم خطاب ها این هست: یا ایها الناس، ای مردم. نگفت ای مونی که آزادی و مثلا برده رو نگفته باشه. در تمام آیات قرآن کریم، اونی که در مورد احکام شرعی هست، اونی که در مورد ایمان و اعتقاد و باور و مسئولیت و همه اینها، فرقی بین برده و غیر برده وجود نداره. اما جایی که اسلام اومده بردهداری رو به تدریج، همونطوری که سوال شما بود، به تدریج از میان برده است، باید ببینید اسلام برای حل معضلات اجتماعی راهکارهایی رو در پیش گذاشته که بتونه اون رو با کمترین خسارت و با بهترین شکل اون رو جا بندازه در جامعه. و همین هم شد وقتی که رسول الله علیه الصلاه و السلام، پیروان پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام، میانشون عمدتا برده ها هستند یا شخصیت های ضعیف جامعه هستند و شخصیت های دیگری هم هست، ایرادی که مشرکین قریش، سران قریش ایراد می گرفتن، می گفتن که میخواد ما رو در کنار اونها قرار بده، ما را هم سطح اونا قرار بده. و در بعضی از موارد هم میگفتن که اینا برده های ما رو بر علیه ما شورانده است، یعنی حرف ما رو اتحاد نمی کنن. و اما رسول الله علیه السلام در روز فتح مکه بلالی که برده بود، یک برده سیاه پوست بود که هیچ قبیله و خانواده و کسی نداشت در میان قریش، ایشون رو فرستاد که بره روی خانه کعبه، بره بالای کعبه، روی خانه کعبه بره و اذان بگه. شما فکر میکنید جای مرتفع تر از خانه کعبه نبود برای اینکه اذان بگه؟ نه، بس مرتفع بودن نبوده، بس اینه که بهتون بگه ببینید کرامت انسان به سفید و سیاهی نیست، کرامت انسان به برده بودن و آزاد بودن و به اعیان بودن و فقیر بودن نیست. خداوند انسانی رو مکرم می‌داره که انسان خوب و مفیدی است، برده باشه، سیاه باشه، بی کس و کار باشه، اینا هیچ اهمیتی نداره. در انسانیت انسان‌ها مساوین. اگر اون بنده، اون بردی بی کس و کار، فقیر، ندار، سیاه پوست، خلاصه هر طوری که فکر می‌کنید شما، هر بدی رو که در فرهنگ شما بهش میگن بدی، در اون وجود داشته باشه در ظاهر قضیه، ولی وقتی که در جوهر این آدم، در شخصیت این انسان، انسان بزرگیست، کرامتش حفظه. و پیامبر فرمود لا فضل لعربی على عجمی، فضل کسی بر دیگری فضلی نداره، همه بنی آدم سواسیه، مساوی هستن که اسنان نمشت، برابرن، همه انسان ها حقوقشون محفوظه. میگن
ابوذر گفت که در سر یک موضوعی جر و بحثشون شد با بلال و ابوذر گفت که پسر زن سیاه و همین لفظ رو زد گفت رسول الله علیه الصلاه و السلام بهش گفت که تو کسی هستی که در وجودت هنوز جاهلیت قبل از اسلام وجود داره، توبیخش کرد و اون وقت ابوذر به دست و پای بلال افتاد که منو عفو کن، منو ببخش. لذا اسلام نیومده که امتیازی به انسانها بده بر اساس عرقشون، بر اساس نژادشون، بر اساس طبقات اجتماعیشون، هیچ کدوم از اینها نیست. لذا در صف نماز همه یکی هست، همه در کنار هم قرار میگیرن، اونی که خواه عربی باشه یا عجمی باشه یا هر نژاد و هر در هر مستوا و موقعیتی که باشه، اسلام جایگاه خاص خودش رو بهش داده. لذا این از یک جهت. اینکه چرا به تدریج این اتفاق افتاد، چرا به تدریج شد این و این به شکل تدریجی. دوستان من تماس نگیرید با واتساب لطفا، من به شماها عرض کردم چند بار که تماس نگیرید با واتساب، پیامتون رو بفرستید جواب میدم خدمتتون. اگر تماس بگیرید ناچار میشیم که پیامتون رو قطع کنم. خب اینکه چرا به تدریج اسلام اومد این مسئله بردهداری رو به شکل تدریجی اون رو در جامعه حل کرد. در اون زمان در بافت جامعه ای که بود، اولا بردهداری رو اسلام نیاورد، این از قبل بوده، قرنهای قبل بوده، خیلی طولانی و بافتی از جامعه مکه و جامعه مدینه و جامعه اصلا جزیره العرب همه یک بافت زیادی از اون برده بودند. در هر خونه ای که اگر اعضای خانواده 10 نفر بودند، 20 نفر بیشتر برده داشتند. یکی مشغول چوپونی می شد، یکی نگهبان بود، یکی کار توی خونه رو انجام می داد، یکی دیگه مزرعه، کار مزرعه رو انجام می داد، کار می کردن دیگه. این برده ها رو می خریدن می آوردن برای کار کردن، کارگری نبود که، کارگری همه برده داشتن، برده هاشون کار می کردن و بعضی ها هم برده هاشون رو، برده رو می خریدن که این رو کار بکنن، می بخشی رو برای خودشون، می بخشن برای صاحبشون یا اربابشون. در نتیجه این یک وضعیت اجتماعی رو درست کرده بود که در اون جامعه تعداد زیادی برده بودند. حالا اگه اسلام می اومد می گفت که بردهداری از این لحظه به بعد ممنوع، خب اونایی که ارباب بودن اینا رو با پول خریده بودن، پول دادن، سرمایهشون رو دادن که اینا کار کنن از جهتی جبران بشه براشون، اونا دچار یک بخش خسارت می شدن. موضوع دوم، اینایی که برده بودن خونه و مسکنشون و خوراکشون و لباسشون و همه نیازها و احتیاجاتشون بر عهده اربابشون بود، صاحبشون یا سیدشون، خونهشون رو می دادن، لباسشون، مسکنشون، خلاصه همه چی که لازم داشتن بهشون می دادند و در این حال هم مورد حمایت بودن. کسی حق نداشت به برده فلانی تعدا و تجاوز کنه یا بزنه یا اذیت کنه، اگه میزد دیگری میومد دفاع میکرد از برده خودش. الان اگر با یک حکم این قشر زیادی از جامعه که برده بودن همه آزاد میشدن، خب طرف پول داده بود خریده بود، حالا دیگه غذا نمیداد، لباس نمیداد، جا و مسکن نمیداد، در یک روز تعداد زیادی بیشتر از جمعیت خود مکه یا مدینه برده بودن، اونا چی کار میکردن اگه آزاد میشدن؟ با یک حکم اینا رو آزاد میکرد، برید تموم شد دیگه، از این به بعد آزاد خودتونید. خب مثل امروز که نبود که مردم برن زمینه کار و فعالیت بسیار فراوان و برن تجارت و برن نه اینجوری نیست. اینا برای غذای شبشون محتاج بودن اگه اربابشون یا اون سیدشون رهاشون میکرد. خب برای اینکه تأمین بشن، برای تأمین لباسشون، غذاشون و خیلی مایحتاج دیگه شون، راهی نبود جز این که بیان دزدی و غارت و قتل و کشتار و هرج و مرجی در جامعه ایجاد بشه. و لذا
تعداد زیادی از این برده هم مسلمان نبودند، مؤمن هم نبودند که بگیم خب ایمان داره، ایمانش مانع میشه از این که مثلا قتل کنه. گرچه اگر حتی اگر مسلمان هم میبود، وقتی گرسنه نمیشد چاره ای نداشت جز اینکه بره مال دیگری رو ببره. لذا اسلام اومد اینا رو، قرآن کریم احکامی رو گذاشت برای آزاد شدنشون، کم کم وارد جامعه بشن. اولا پیامبر فرمود اینا برادران شما هستند، گفت به لفظ اینها برادران شما هستند و امانتند در پیش شما و قانون میباست که نباید کار سخت بهشون بدید، نباید به احترامی بهشون بکنید، اگر نماز میخونید در یک صف کنار خودتون میذارید، فضلی شما بر اونها ندارید، فقط اونها در یک وضعیت اجتماعی خاصی قرار گرفتن. همین، اینا برادران شما هستن، خواهران شما هستن و همه اینها رو گذاشت و احکامی رو گذاشت که کفاره ها رو گذاشت که اینا کم کم آزاد بشن. کفاره قسم آزادی برده، کفاره قتل غیر عمد آزادی برده و کفاره های دیگه رو گذاشت که هر کسی میخواد کفاره بده یه برده رو آزاد کنه. غیر از این کفاره ها، هر کسی برده رو آزاد کنه خداوند اجر بسیار بسیار فراوانی بهش میده، تشویق به آزاد کردنشون. و گذشته از اینها قانون رو گذاشت اگه برده ای تمایل داشت که خودشو بازخرید کنه، مبلغی رو اتفاق کنه با اون اربابش و خودشو بازخرید کنه و از اون لحظه آزاد بود بره کار بکنه برای خودش و درآمدی که از کارش پیدا میکرد میومد بخششو میداد به اون ارباب و کم کم قسط بندی میشد و آزاد میشد. و اسلام هم این رو گذاشت، هم اونایی که پولی رو گذاشته بودن تو این ماجرا ضرر نکردن، هم صاحب اجر شدن، هم این افراد تبدیل شدن به افراد صالحی در جامعه چون بهشون بها داده شد، جایگاه اجتماعی پیدا کردن. و امروز هم تعداد زیادی از علمای بارزی که در طول تاریخ اسلام هست از میان همین برده ها بودند، از میان همینا بودند، انسان های بسیار بزرگی هستند و مادر خیلی از بزرگان از میان همین کنیزا بودند. لذا اونا اسلام اومد اونا رو تبدیل کرد به یه فرد صالحی در این جامعه که نه بحرانی درست کرد، نه هرج و مرجی رو درست کرد، بلکه تبدیل شد به افراد صالحی. قراء بزرگی در عالم اسلامی از این برده ها بودند، علما و فقهای بزرگی از این برده ها بودند و این گونه شد که بردهداری هم از جامعه برداشته شد. همین که اسلام اومد قانون بسیار خوبی رو برای اون گذاشت که هیچ بحرانی بعد اون درست نشه. ببینید در اروپا وقتی که باب بردهداری رو از بین بردن، قتل عام زیادی شد، اونایی که نجات پرست بودن زدن تعداد زیادی از برده ها رو کشتن، برده ها باز حمله کردند و غارت کردند و تعدادی رو از سفید پوست ها کشتند. چرا؟ چون به یه قانون بود، هیچ بعد انسانی در نظر گرفته نشده بود، اونا رو اجبار کردن که این کار رو بکنن. ولی اسلام این کار رو نکرد، اسلام اومد اونا رو تبدیل کرد به یک عضو خوب در جامعه. امروز هم در جامعه اسلامی هیچ اثری از این نمیبینی که چیزی به اسم نجات پرستی وجود داشته باشه. در جامعه اسلامی اون سیاه پوستی که از آفریقا هست، اون سفید پوستی که از جای دیگری هست، مثل همه، هیچ تفاوتی با هم ندارن. فضل فقط به تقوا هست، علم و دانش و مکانت و شخصیت که به انسان فضیلت و مکانت میده، نه نژاد و پوست و رنگ و نمیدونم قوم و قبیله و وضعیت سرمایه و ثروت. خب سوال دیگری، میگه سلام علیکم استاد، آیا در رکعت دوم و سوم و چهارم که بلند میشیم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم یا فقط در رکعت اول میگیم؟ همچنین بعد از سوره فاتحه آمین که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم دوباره بگیم برای سوره بعدی میگه یا خیر؟ اما گفتن
بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره فاتحه در نظر جمهور فقها آیه‌ای از سوره فاتحه است و اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو نگه در نظر جمهور فقها یعنی نمازش باطل چون آیه از سوره فاتحه رو نخونده، این در نظر جمهور هست. اما در نظر امام ابو حنیفه و تعداد دیگری از فقها بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه از سوره فاتحه نمیدونن، بلکه بسم الله رو آیه مستقلی میدونن و لذا اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در اول فاتحه نگه نمازش باطل نیست، و زیرا که اون رو آیه از سوره فاتحه نمیدونند. اما اینکه در نظر جمهور فقها باید در اول همه در اول سوره فاتحه در همه رکعت ها باید حتما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید، بعد سوره فاتحه رو بخونید در همه رکعت ها. اگر نماز 4 رکعتی هست، اگر نماز 3 رکعتی هست یا 2 رکعتی هست، باید در همه رکعت ها مادامی که شما سوره فاتحه رو میخونید باید حتما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید. این در نظر جمهور فقها است. و اما سوال دیگهشون میگه و سوره بعد از اون، بعد از این که شما سوره فاتحه رو خوندید سوره بعدی رو میخونید. سوره بعدی اگر شما از اول سوره شروع میکنید، بله بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید بهتره. شما دارید از اول سوره، مثال عرض میکنم، شما میخواهید مثلا سوره اخلاص رو بخونید، بعد این که فاتحه رو تموم کردی گفتی و الضالین آمین گفتی، بعدش میگی میخوای سوره اخلاص رو بخونی قل هو الله احد، اولش شروع کردی، داری از اول شروع میکنی، پس بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بعد شروع کن به خوندن قل هو الله احد. ولی اگه مثلا میخوای وسط سوره هست، وسط سوره میخوای شروع کنی، مثلا سوره بقره رو میخونی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم تا آخر آیه، چون داری از میانه شروع میکنی گفتن بسم الله لازم نیست، شما از اول سوره شروع نکردید. ولی اگه از اول شروع کردید بگید بهتر است. میگه استاد اگر در بیرون وضو میخواستیم بگیریم و میتونیم بر روی جوراب بس کنیم؟ من قبلا این سوال رو هم جواب دادم، این سوالی که قبلا هم جواب دادم در مورد مسح بر جوراب. مسح بر جوراب رو جمع زیادی از صحابه اون رو جایز میدونن و اکثر فقها هم اون رو قیاس بر خف میکنند، و خف هم درباره مسح خف احادیث به حد تواتر هست که مسح خف جزء سنت ها هست و متواتر احادیثش، و اما مسح جوراب رو هم قیاس بر خف میکنند، لذا جایز هست که جوراب رو هم مسح کنید. اگر بیرون بودید، اگر شرایطتون جوری بود که نمیتونستین پاهاتون رو بشورید و حالا مخصوصا در جایی که سرد و زمستون سرده، یا برای خانم هایی که بیرون هستن نمیخوان جورابشون رو در بیان وضو میگیرن و مس میکنن بر جورابشون، هیچ اشکالی درش نیست و جایز هست. بیننده عزیزی گفتن سلام وقتتون بخیر، آیا نماز قبلیه صبح بعد از اقامه نمیشه خوند یا خیر؟ بعد اقامه نمیشه خوند یا خیر؟ ببینید وقتی که نماز شما نماز قبلیه که میگی یعنی سنت، یعنی قبل از نماز صبح، قبل از فرض صبح دو رکعت سنته، این دو رکعت رو بعد اینکه اذان گفته شد میخونید، قبل اذان دیگه بهش نمیگن سنت قبلیه. بعد اینکه اذان گفته شد یعنی وقت نماز صبح داخل شده، در اون وقت میتونید دو رکعت سنت بخونید، بعد بلند شید و نماز صبح رو بخونید. اگر به اشتباه اقامه گفتید، خواستید که نماز صبح اقامه گفتید، بعد یادت اومد که دو رکعت رو نخوندی سنت قبلی، اشکال نداره، دو رکعت سنت قبلی رو بخون، بعد بلند شد اقامه کن و نماز صبح رو بخون. این برای کسی که فرادا و تنهایی تو خونه میخونه، مخصوصا خانم ها. ولی برای مرد ها اصل این هست، در نظر برخی از اهل علم واجبه که برن مسجد و به جماعت بخونن. وقتی رفتید مسجد اگر اقامه شد برای نماز صبح، دیگه نباید هیچ نماز دیگه ای بخونید.
پیامبر علیه السلام فرمودن اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقتی اقامه گفته شد برای نماز فرض، فرمود که هیچ نماز دیگری جایز نیست بجز نماز فرض. وقتی اقامه شد دیگه نباید شروع کنی به خوندن سنت، دیگه اقامه شده برای نماز فرض، باید فرضتو بخونی، بعد از فرض میتونی نماز سنت قبلیه رو قضا کنی. بیننده عزیز گفت سلام به برادران دینی و هموطنان عزیزم، آیا در قرآن آیه می باشد که نعل، منظورش ایشون لعنه، نفرین و دشنام را ممنوع کرده باشد؟ بنده به عنوان یک مسلمان شیعه قریب به 10 سال می باشد که دیگه زیارت عاشورا را می خواندم التماس دعای خیر، یعنی نخواندم، یعنی بعد اون دیگه نخواندم. ببینید لعنت فرستادن شرعاً حرامه، به فرد معینی لعنت بفرستید، اما لعنت فرستادن به ظالم در قرآن کریم اومده، شما لعنت به ظالم بفرستید، لعنت به نمیدونم اینا، اما اگه قصد معین داشته باشید شرعاً حرام. و اما این زیارت عاشورا، زیارت عاشورا یکی از اون دروغهای بزرگ زیارت نامه، حالا نمیگم بعضی از الفاظش خوبه، ولی در جایی که لعنت میفرسته به یاران پیامبر، به صحابه پیامبر، به همسران پیامبر، این جزء دروغ ها و جزء گناهان بسیار بزرگی است که هر روز به خورد مردم میدادن. و اما اینکه کسی بخواد لعنت بفرسته به دیگری، نه خیر جایز نیست شما به یک انسان معینی لعنت بفرستید. و اما در مورد یاران پیامبر عرض کردم جزء گناهان کبیره هست، کسی که یاران پیامبرش، پیامبر از دنیا رفت و از صحابه راضی بود، خداوند در قرآن کریم در مورد رضایت اونها آیات نازل کرده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها خوشنود گشت و اونها هم از خدایشون راضی بودند و خدمات اونها بسیار فراوان به اسلام. و اگر کسی به یکی از امهات مؤمنین، مخصوصا به ام المؤمنین عایشه، اگه کسی تهمت فاحشه‌گری و زنا خدای نکرده بزنه، کافر مطلقه و مسلمان نیست به هیچ وجه. و اما ایشون که میگن گفتند که 10 سال که گفتند که 10 سال دیگه این زیارت ها رو نمیخونند، کار بسیار عالی میکنید، دینتون رو حفظ کنید، دین اسلام دین قشنگیه، این زیارتنامه ها، این خرافات، این دروغ ها، این لعن و نفرین ها، این بدگویی ها به همسران و پیامبران و امهات مؤمنین، خدا هم بهشون میگه که امهات مؤمنین هستن، اینا دارن بهشون فحاشی میکنن، خدا هم میگه من راضی ام از صحابه، اینا دارن بهشون لعن میفرستن. کسانی که این گونه هستن بدونید از امت اسلام نیستند، ریشتشون از اونجا نیست اگرچه ظاهرشون مسلمانه. من حکم تکفیر نمیدم، عموم شیعان مسلمانن، ولی این افکار از اسلام نیومده، این افکار از جای دیگری اومده که پر از حقد و کینه و دشمنی با رسول الله، آل بیت رسول الله، یاران رسول الله و حتی دشمنی با خود قرآن کریم داره، از اونجا اومده. اما مردم مسلمان شیعی که ناآگاه و نادان هستند از این آخونده پیروی کردند و دارن تکرار می‌کنن، اونا به دنبال جیب خودشون هستند. هر کسی به شما اومد و این رو گفت که تفرقه رو ایجاد کنید و بعد و بیرا به صحابه و یاران و پیامبر بگید، بدونید که دشمنان دین هستند. من خوبه در این مناسبتی که وجود داره صحبتهایی که مولوی گرگیج کرده اند، بنده هم هم صدای ایشون و صدای ما، همه شبکه های توحیدی صدای شخصیت های چون مولوی گرگیج هست. حضرت عمر حرفی که ایشون زدن این بود، گفتند که حضرت عمر بود که دختر یزدگرد رو به عقد حسین ابن علی در آورد و فرزندان اگر این گونه باشه که شما میگید، اون عقد باطل بوده اگر حضرت عمر مسلمان نبوده باشه به تعبیر شما آخوندا، و اون وقت اون عقد هم باطل بوده، اون وقت اون فرزندان امام حسین هم از اونجا اومدن دیگه. و چرا حضرت عمر این کارو کرد؟ چرا دختر یزدگرد رو به عقد امام حسین درآورد؟ چون احترام گذاشت به
دختر یزگر چون دختر پادشاه ایران بود، چون جایگاه اجتماعیش رو نمیخواست پایین بیاره، زیرا ایشون رو به عقد نوه رسول الله علیه السلام در آوردن، ایشون رو به عقد یک شخصیت دیگری که پایین تر باشه از لحاظ اجتماعی در نیاوردن، ایشون رو ندادن به یک شخصیت گمنامی، ایشون رو ندادن به یک مسلمانی که قبلا برده بوده، ایشون رو نداد به یک کسی که طبقات اجتماعیش پایین تر، حالا در اسلام طبقات نیست ولی خب جایگاه رسول الله و جایگاه نسب امام حسین بسیار جایگاه بالاییه، لذا ایشون رو احترام گذاشت به ایرانی، احترام گذاشت به پادشاه، یعنی کسی که از یک خانواده اعیان اومده، لذا جایگاهش رو براش حفظ کرد و ایشون رو به عقد حسین ابن علی در آورد. این عزیز از طرف دیگه چون حسین ابن علی رو دوست داشت، میتونست ایشون دختر یزگرد رو هم به عقد فرزند خودش در بیاره، فرزند خودش میشد فرزند خلیفه مسلمین که فاتح ایران و روم بوده، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ مکانت، مکانت اجتماعی بسیار والاییه، ولی چون حسین ابن علی رو دوست داره، چون مکانتش رو میخواد حفظ بکنه، لذا ایشون رو دختر یزگرد رو به عقد حسین ابن علی در میاره و برای هر دوی اونها مکانت و جایگاه اجتماعی رو حفظ کرده و به هر دوی اونها احترام گذاشته و این گونه نشون داده که اسلام جایگاه انسانها رو حفظ خواهد کرد. ولی این رافضی هایی که امروز هستند و من اونها رو هرگز شیعه نمیدونم، رافضی ها هستند که به جای این که فکر کنن که عمل کردی که حضرت عمر کرده چقدر خدمات رو به شما کرده و چه احترام بزرگی قائل بوده، به جای اینکه درس بگیرید و احترام بذارید، شروع میکنید به فحاشی و بد و بیرا گفتن و متاسفانه بعضی هم فکر میکنن از عوامی که نه عقلشو دارن، نه خردشو دارن، نه آگاهیشو دارن، شروع میکنن بد و بیرا گفتن. مولوی گرگیج یکی از علمای مهم اهل سنت هست و یکی از رهبران اهل سنت هست و حرفی که ایشون زده حرف کاملا حقی هست و باید از ایشون دفاع کرد. بیننده عزیزی میگه سلام استاد گرامی، ساعت چند برنامه آن روی سکه توسط استاد انصاری اجرا میشود؟ فکر کنم روز دوشنبه ساعت 18:30 هست. روز دوشنبه ساعت 18:30 برنامه آن روی سکه پخش میشه. مدت برنامهشون 2 ساعته. میتونید این برنامه رو ببینید. بیننده عزیز گفتن سلام، ببخشید یک سوال داشتم. همسرم نه به من احترام میکنه نه به مادرم، همیشه توهین میکنه و همیشه توهین میکنه. مادرم جلوی رویم من زندگی میکنه، همراهش رفتاری خوب نداره اصلا. لطفا جواب بدید. اما جواب این بیننده عزیز، ببینید توهین کردن به دیگران یکی از گناهان کبیره هست، گناه بزرگی. شما به چه حقی دیگران رو تحقیر میکنید؟ خود پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لا يحقر مسلم مسلما، انسان مسلمی مسلمان دیگر رو تحقیر نکنه. انما المؤمنون اخوه، انسان مسلمانان برادرن. وقتی که برادر میگه به معنی این نیست که فقط مردا برادرن، همه اینها نسبت چطوری به برادر خودت؟ توهین نمی کنی، احترام میذاری، به همسرت هم باید احترام بذاری، حق نداری توهین کنی. زنی که مادر همسر شما هست در جایگاه مادری برای تو، محرم تو هست، چگونه به مادر توهین میکنی در حالی که دخترش زن تو هست؟ به مادر همسرت توهین کردن خودش گناه بزرگی است، به هر مسلمانی توهین کنی، ولی اگر به مادر و پدرت توهین کنی بسیار گناه بدتری است.
و در شرع اگر شما زنت رو هم طلاق بدی، مادرش تا ابد محرم تو خواهد بود. اگر زنت فوت کنه، مادرش همچنان محرم تو خواهد بود. طلاقش هم بدی، باز محرم تو خواهد بود. ببینید اینقدر این مهمه. یعنی بعد طلاق هم بین شما و بین مادر زنت محرمیت همچنان باقیه. مثل اینکه دقیقاً جایگاهی نسبت به جایگاه مادری داره برای شما. و انسان مؤمن احترام میذاره به بزرگترش. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمود لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا، او كما قال علیه الصلاة والسلام، میگه از ما نیست، بر سنت ما نیست، از راه و روش ما پیروی نکرده کسی که احترام مهربان نباشد نسبت به کوچکترا و احترام نگذارد به بزرگترا. شما حق ندارید که توهین کنید. پیامبر فرمود لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء، انسان مؤمن طعنه نمیزنه، لعنت نمیفرسته، بد زبان و بد دهن نیست. اگر مسلمانی دست بردارید از این رفتارهای ناپسندی که هم دور از مسلمانیه، هم دور از انسانیته، هم دور از اخلاق انسان‌های آگاه، انسان‌های لایق و توانا، هیچ وقت به دیگران توهین نمی کنند. توهین کردن به دیگران نشانه ضعف هم هست. بیننده عزیزی میگه نهادهای خرافه سازی از جمله حوزه علمیه قم اعتقاد دارند که اسلام در خطر است، اما چنین آیه‌ای در قرآن نیامده است. باید گفت که منظور آخوندا اسلام صفوی است که پر از جهل و خرافات و دروغ است. خب من پیام ایشون رو خوندم و به هر حال متاسفانه خرافه سازی، دروغ سازی و به کار گرفتن دین برای مصلحت شخصی در جامعه بسیار زیاد، مخصوصا جامعه ایران. و اما اینکه اگر کسی به خود همون خرافه خطر بزرگی است، اون خرافه خطر است برای مردم. اسلام که دین خداست و دین خدا همچنان باقی خواهد موند، ولی اینکه مردم رو دچار خرافات کنید، مردم رو از راه صحیح بدور کنید و اونها را به جای خدا پرستی به قبر پرستی دعوت کنید، به جای دین حق اون را دعوت کنید به دین نفرت و کینه و دروغ و حقد پیامبر و آل بیت پیامبر، این کاری که خیلی از آخوندهای ایران میکنند همین هست. بیننده عزیز گفتن سلام، من از شوهرم مهریه میخوام، ما با هم میگه ما با هم هستیم ولی شوهرم نمیده، من باید چیکار کنم که ناراحتی پیش نیاد؟ اینکه ناراحتی پیش نیاد این بستگی داره به اینکه شما چطوری مطالبه کنی به مهریه رو. اولا بذار در مورد مهریه بگم صحبت کنم. دوستان من با واتساپ تماس نگیرید، لطف کنید با واتساپ تماس نگیرید، ما ناچار میشیم. اگر شما با واتساپ تماس بگیرید ناچار میشیم که تماساتون رو قطع کنیم، لذا لطف کنید تماس نگیرید. خب این بیننده عزیز گفتن که مهریهشون، در بحث مهریهشون گفتن که من از شوهرم مهریه میخوام، ما با هم خوب هستیم، یعنی با هم خوب هستیم ولی شوهرم مهریه رو نمیده، من باید چیکار کنم که ناراحتی پیش میاد؟ ببینید مهریه حق زنه، مهریه حق زن هست. روزی که مردی میره خواستگاری یک زنی یا پسری میره خواستگاری دختری، اون مهریه‌ای که در توان داره رو باید تعیین کنه و همون لحظه آمادگیشو داشته باشه که این مهریه رو بده.
آمادگی که میگم نه به این معنی که باید حتما کامل پول رو داشته باشه بده، نه، باید نیتش این باشه که بده. این یه قرضیه گردن شما، یا اینکه همون وقت همه مهریه رو میدید، یا اگر این در مطالبه بود، یعنی هر وقتی که این زن درخواست مهریه‌شو کرد شرعاً واجبه که مهریه‌شو بهش بدی. اگه داری و توانایی مالیت خوبه حتما بهش بده، مالی که خداوند بهش داده. و آتو صدقاتهن نحله، فرمود که مهریه‌هاشون رو به خوبی و شیرینی و خوشی بهشون بدید و هیچ تلخی در کار نباشه. این که شما مهریه، مهریه حقشه، بهش بدید، این واجب شماست. لذا اون گناهی بر مرد اگر زن مطالبه کنه مرد داشته باشه ولی نده. اگه داری و زن هم خواستار مهریهش هست باید حتما بهش بدی. و حتی اگر زن هم به زبان نمیگه خودت برو پیش قدمشو بگو، بهش بگو که مهریت رو میخوای یا نه، من الان دارم میتونم بهت بدم، بهش بده، هیچ ضرری نخواهی کرد چون این حقی برگردن تو. اگه از دنیا بری و این حق رو نداشته باشی، اولین چیزی که از ارثت میگیرن قرض هاست، یکی از قرض ها همین مهریه است. اگر نداشته باشی قرض رو هم بدی، روز قیامت از حسنات تو میگیرن میدن به این زن. اگر مردی توانایی داره از لحاظ مالی اما مهریه زنش رو نمیده، ظلم میکنه. و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود مطل الغنی ظلم، یعنی اینکه کسی که پول داره غنیه میتونه بده ولی مماطله میکنه، هی میندازه عقبتر هی میندازه عقبتر. حالا این در مورد قرض، همه قرضها هست، مخصوصا در مورد مهریه هم هست. برای اینکه مشکلی پیش نیاد به شکل خیلی عادی، خیلی بدون قهر، بدون ناراحتی، بدون هیچ چیزی دیگری بهش بگید اگه مهریه رو، اگه پول داری مهریه رو بهم بده، یا بخشش رو بهم بده الان، بخش دیگر رو وقت دیگه. و این حقی است بر گردن مرد، باید بده، ربطی به طلاق نداره. بعضی فکر میکنن که فقط وقتی که بخوان زنشون رو طلاق بدن باید مهریه بدن، نه، این گونه نیست. مهریه این در مطالبه هست، هر وقتی که زن طلب کنه شرعا باید بهش بدی. و معنیش هم طلاق نیست، معنیش هم جدایی نیست، معنیش بد نیست، حق خودش درخواست حقش رو کرده. مثل اینکه شما میرید درخواست حقتون رو از کسی میکنید. اگر شما آقای خونه، من خطابم شوهر ایشونه، اگر شما نزد کسی قرضی داشته باشی نمیری قرضتو طلب کنی، خب اگه طلب کردی آیا منطقیه اون کسی که بهش قرض دادی عصبانی بشه و ناراحت بشه و خلاصه قهر کنه و داد و بیداد را بندازه که چرا اومدی قرضتو ازم میخوای؟ خب قرضشه، طلبشه، باید طلبشو بدی. ببینید پیام که میدید سعی کنید پیام های کوتاه بدید و به من میگن یک دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، خیلی سریع و زود گذشت. نمیدونم چرا من زیاد پر حرفی کردم، ولی به هر حال وقت برنامه رو به اتمامه و این پیام این بیننده عزیزم پیام طولانی هست. فقط من یک پیام کوتاه رو، یک سوال کوتاه رو اگه بتونم جواب بدم. این بیننده میگه سلام استاد، یک اتفاق رو مثلا میگی بعدش میگی خدا نکنه، گفتن این مشکلی داره؟ نه، گفتن این که خدا نکنه خب هیچ اشکالی نداره، لا قدر الله، خدا نکنه، هیچ اشکالی نداره گفتن این که انسان بگه خدا نکنه این مشکل پیش بیاد. و این دعا هست، شما طلب دعا میکنی که خداوند چنین بدی رو مقدر نکنه، پیش نیاره. شما در دعای قنوتتون هم همینو میگین، میگه وقینا شر ما قضیت، خدایا ما رو از شر اون چیزی که مقدر کرده اید بر امان دار، حفظ کن از شر اون. به انتهای برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه عزیزان رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه.
فی الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين